تخت جمشید قلب تپنده در آتش سوخته ایران است، سرزمینی سترگ با مردانی بزرگ که شب تاریک جهان را به انوار خدایی روشن می کند. سرزمینی اهورایی با فرهنگی سیال، زنده و پویا. ساختن کاخ آپادانا 30 سال طول کشید. تالار مرکزی آن به مساحت 3660 متر مربع و 36 ستون داخلی سقف آن را در ارتفاعی بیش از 20 متر نگه می داشته و در 3 ایوان کاخ نیز معادل همین تعداد ستون موجود بوده است. ستونها با سرستون گاو 2 سر، گل و بوته زیر آن و ساقه استوانه شیاردار. سقف وسیع و سنگین تالار بر روی الوارهای سنگین از چوب سدر و یا سرو استوار بوده و برای آنکه باران بام را خراب نکند، درون دیوارهای خشتی راه آبهای عمودی با آجر و ملات قیر ساختند که آب باران را به مجراهای زیرزمینی که از زیر آپادانا می‌گذشته می‌رسانیده است. ساختمان این کاخ باشکوه کاری بس شگفت بود. به همین سبب داریوش بزرگ فرمان داد تا نام و نشانش را و بزرگی و نیکویی کشورش را بر 4 خشت زرین و 4 خشت سیمین به 3 زبان و خط فارسی باستان بابلی و ایلامی نقش کردند. 4 جعبه سنگی ساختند و در هر جعبه 1 لوح زرین و 1 لوح سیمین به همراه چند سکه رایج از نوع ایونیه، لودیه و یونان که در آن روزگار رواج داشت قرار داده و در پی دیوار آپادانا در 4 گوشه تالار زیر تخت سنگ‌های گرانی مدفون کردند. این ابرهای اشک‌ریز بر چه می‌گریند در این پهنه خاموش؟ حافظ اسرار الهی کس نمی‌داند خاموش. از که می‌پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ اسب گریان کجاست؟ آن سوار کار تیز تک پارسی با نیزه بلندش در دست، کمان سکاییش بر دوش و تیرهایش در تیردان. منم داریوش، شاه بزرگ، شاه کشورها، پسر ویشتاس. من یک هخامنشی‌ام.
این است امپراتوری که من دارم. از جایگاه سکاها آن سوی سرخ تا حبشه، از هند تا لودیه که آن را اهورا مزدا بزرگترین خدایان به من بخشید. اهورا مزدا مرا و خاندان مرا پایدار بدارد. من خشایارشا پسر داریوش هخامنشی با تأیید پروردگار این سرای را ساختم که پروردگار و ایزدان دیگر کشورم را و هر آنچه را که ساختم پایدار بدارند. بیشتر بزرگان ایران در یک دست گلی و یا غنچه‌ای از نیلوفر آبی دارند. از عهد باستان در ایران رسم بر این بوده است که با بوی خوش و عطر گل به میهمانی می‌رفتند. گروهی هم اشیای کروی، شاید سیب و یا بیزوی، شاید تخم مرغ به دست گرفتند. همه اینها از ویژگی های نوروزی است. حالت این بزرگان فوق‌العاده گیرا و پرمعنا است. بسیاری از آنان دست یک دیگر را گرفته و حالت بسیار دوستانه‌ای در رفتار و حرکاتشان دیده می‌شود. این صحنه‌ها یکی از دلنشین‌ترین و کمیاب‌ترین نقوش درباری جهان باستان است. تخت جمشید در 500 کیلومتری خلیج فارس، قدیمی‌ترین اثر دوران نخستین باستان در اینجا قرار داره و میشه گفت زیبایی، عظمت، درخشش و شکوه آن بزرگترین دستاورد خاورمیانه باستان بوده. داستان تمدنی رو بازگو می‌کنه که به شکوه و شهرت رسید و با حسادت و انتقام خاتمه غم‌انگیزی پیدا کرد. در پلکان ورودی صفه، کاخ کوچکی است که دروازه ملت‌ها نام دارد، زیرا که نمایندگان همه قبایل ایران بدان وارد شده، سپس به سوی کاخ‌های بار می‌رفتند. در اطراف تالار کاخ، سکوهای سنگی پیش‌بینی شده بود که بازدید کنندگان بر روی آنها به انتظار ورود می‌نشستند. این بنا توسط خشایارشا ساخته شده، شامل تالاری با دیوارهای ضخیم، سه درگاه عظیم
و 4 ستون رفیع که سقفش را نگه داشتند. تالار 612 متر وسعت دارد و تیغه کنگره‌هایش از سطح دشت 33 متر ارتفاع داشته است. درگاه غربی به سوی پلکان ورودی است. در دو جانب آن دو پیکره انسان حیوان که در نگاه اول به گاو نری میمانند درگاه را بر پشت خود نگاه داشتند. روی اینها به جهت غرب است، یعنی دشت، و بازدید کننده تازه وارد را می نگرند. هر یک از این دروازه‌بانان ریشی بلند و مستطیل شکل دارند که به گل 12 پر و غنچه‌ای از نیلوفر آبی آراسته شده و حلقه ای از گلهای 12 پر به گردن هر کدام آمیخته است. کاخ خشایارشا معروف به حدیش. این کاخ یک بنای خصوصی بوده است و از طریق پلکانها به اتاقهای پایینی و حتی کاخهای روی دشت راه داشته. از درون ایوان جنوبی منظری دلنوازی از مرو دشت پیداست و این امر احتمالاً در انتخاب محل کاخ اختصاصی امپراتور بی تأثیر نبوده است. دو نکته مهم در مورد این کاخ وجود دارد. یکی اینکه جبهه درونی پنجره‌های این کاخ را حجاری کردند و بر آنها اشخاصی را نمودند که بز کوهی و حیواناتی مثل آن و یا ظروفی را می‌آورند و این گونه نقوش تازگی و تنوع دارد. دوم اینکه سنگ‌های این کاخ استوار نبوده و آتش سوزی شدید اسکندر شیرازه جرزها و پنجره‌ها را از هم گسیخته و به آن گزند بسیار رسانیده است. یکی از مهمترین بناهای تخت جمشید کاخ کوچکی در انتهای خیابان سپاهیان و در شمال حیات صد ستون می باشد که چون کارهای ساختمانیش تمام نشده و طرح مورد استفاده نظیر دروازه خشایارشا دارد، آن را دروازه نیمه تمام می گویند. به خاطر همین نیمه تمام بودن، اطلاعات بسیار گرانبهایی از این مکان می شود در باب معماری و پیکرتراشی هخامنشی به دست آورد.
شمال این بنا و مشرف بر دیوار شمالی صفه ساختمان‌هایی وجود داشته که به گواهی اشیاء یافت شده در شرق آنها دبیرخانه شاهی بوده است. در گوشه شمال شرقی صفه نزدیک به 30,000 لوحه گلین مورمانند منقور به خط ایلامی میخی به دست آمده که این اسناد شامل رسی، برات و پرداختی ها و دیگر موضوع های جالبی است که یکایک توسط هالک تفکیک و بررسی شده است و برای شناخت تاریخ اقتصادی و اجتماعی دوره هخامنشی اهمیت فراوان دارد. کاخ صد ستون یا تالار تخت. دومین کاخ تخت جمشید از حیث وسعت بنای شکوهمندیه در مشرق حیات آپادانا که تالار مرکزی اون صد ستون سنگی داره. از این رو آن را صد ستون خواندند. در سراسر ایوان و تالار این کاخ آثار سوختگی شدید و مهیبی که هدیه اسکندر و یارانش به ایرانیان بوده است به چشم می‌خورد و گذشتگان بقایای اشیاء سوخته و خاکستر چوب سدر متعلق به سقف را پیدا کردند و به این ترتیب شکی نمانده که کاخهای تخت جمشید را آتش ویران کرده است. درگاه‌های تالار صد ستون صحنه بار عام را نمایش می‌دهند و روی تاج و مچ و برگردن و در گوش شخص امپراتور زینت‌آلات حقیقی و گرانبها را به سنگ چسبانیده بودند. سنگ‌های مورد استفاده در تخت جمشید از دو جنسند: سنگ صخره‌ای جنس سنگ آهکی به رنگ خاکستری شفاف که از کوه و تپه‌های اطراف صفه تأمین می‌شده است و سنگ صخره‌ای از جنس آهکی اما سخت‌تر از نوع پیشین و به رنگ خاکستری مایل به سیاه که از معادن سنگ مجدآباد در 40 کیلومتری غرب تخت جمشید می‌آوردند و بخش دیگر را نیز از معدن کوه حاجی‌آباد نقش رستم در 2.5 کیلومتری تخت جمشید فراهم می کرده اند. پیشبست بزرگ داخلی سان هدیه آوران را در 23 گروه نمایندگی نشان می دهد که در 3 ردیف بالای یکدیگر تنظیم شدند. از آنجا که کتیبه‌ای
یا مأخذی که هویت این گروه ها را تعیین کند وجود ندارد، نوشته مورخان کهن به ویژه هرودوت در توصیف جامعه و اسلحه افراد مورد توجه قرار گرفته. همچنین صرف نظر از نوع و شکل جامعه ها، نوع هدایا، آرایش مو و ترتیب و جای قرار گرفتنشان نیز از دلایل تعیین هویت این گروه هاست که در مجموع 123 نفر هستند. اینان نمایندگانی از ملل تابعه امپراتوری اخامنشی هستند. مادها، خوزیان، ارمنیها، هراتیها، بابلیها، لودیهیها، آشوریهای بین النهرین، مصریها، سکاهای هومپرست، هندوان، تازیان ناحیه اردن و فلسطین، لیبییها و حبشیان. از نخستین کاخهایی که بر روی صفه تخت جمشید برآوردند، بنایی بود در جنوب غربی آپادانا و رو به جنوب به سمت آفتاب که در یکی از کتیبه‌ها تچر خوانده شده. این نام را خانه زمستانی معنا کردند. سنگ‌های این کاخ خاکستری و بسیار پاک‌تراش و صیقل خورده‌اند، چنان که تصویر افراد بر آن می‌افتاده است. به همین جهت آن را آینه خانه و یا تالار آینه مینامیدند. Under the leadership of Cyrus the Great, they created Persian unity through the fusion of people and کوروش کبیر پس از غلبه بر دولت ماد با اتحاد اقوام و فرهنگ‌های مختلف سراسر ایران حکومت قدرتمند پارس را پیریزی کرد. سیستم نو و کارآمد بانکداری، کشاورزی، آبیاری، راه‌ها و دریانوردی و گسترش هنر و فرهنگ از دستاوردهای بزرگ دوران امپراتوری کوروش کبیره. ستونهای کاخ تچر احتمالاً از چوب بوده، زیرا هیچ اثری از آنها باقی نمانده است. کف اتاقها را با فرش قرمز رنگ ویژه دوره داریوش پوشانده بودند که هنوز اثر آن در اتاقهای شمالی یافت می شود. بر درگاه‌های تالار مرکزی داریوش بزرگ با خدمه‌اش حک شدند. داریوش شاه بزرگ، پسر ویشتاسپه، یک هخامنشی که این تچر را ساخت. این کلمات روی چینهای لباس داریوشا حک شدند. در این کتیبه ها خشایارشا اهورامزدا را می ستاید، خود و پهناوری امپراتوریش را می شناساند و سپس می گوید به خواست اهورامزدا این تچر را داریوشا که پدر من بود برآورد. بادا که اهورامزدا
و دیگر ایزدان مرا و آنچرا که کردم و پدرم داریوشا کرده است بپایند.